سلام سلام آقای، سلام سلام، حال شما؟ ممنون آقای شریعتی عزیز، سلام ممنون از اینکه وقت گذاشتین خواهش میکنم. که با هم این اینترویو رو داشته باشیم. خواهش خیلی میکنم، ممنون لطفی. از شما. حالا اگه لطف کنین شما خودتون رو معرفی کنید برای دوستان عزیزی که این ویدیو رو میبینن. خواهش میکنم، من مهدی شریعتی هستم از تورنتوی کانادا، که البته الان یک سفر کوتاهی اومدم ونکوور هستم. اوه چقدر عالی. خواهش میکنم، یه 4 سال و نیمه به اتفاق خانواده مهاجرت کردیم کانادا برای ادامه تحصیل بچه هامون و در حال حاضر در کنار این بیزینس آنلاینی که من و شما به صورت مشترک داریم انجام میدیم، توی حوزه فروش اتومبیل به مدت 3-4 ساله که فعالم، مدیر فروش هستم. قبلا در ایران مدیر تور و راهنمای تور بودم، ولی خب بعد از مهاجرت تقریبا میشه گفت اون کارو کلا باید میذاشتم کنار و کار جدیدی رو شروع میکردم. خیلی هم عالی. خواهش میکنم، شما معرفی بفرمایید دوستانی که از صفحه من با شما آشنا میشن ببینن که خانم نسرین نیکنیا کیه. بله ممنون. منم راستش حدود 12 سال پیش اومدم آمریکا، ده یازده سال پیش اومدم آمریکا. اونم منم به خاطر بچه‌هام، چون میخواستم که دیگه اینجا درس بخونن. و خودمم ایران معلم بودم، مستر هنرهای تجسمی دارم، آفرین، توی دبیرستان و راهنمایی درس میدادم. بعد که دیگه اومدم اینجا فکر میکردم با هنرم ما میتونیم یه هنری اینجا بزنیم، که نشد. و من شروع کردم اینجا درس خوندن و سونوگرافی خوندم. نه. رفتم اصلا کلا فیلدم عوض شد، رفتم فیلد مدیکال. و خب دیگه بعد از اینکه دیگه درسم تموم شد و شروع کردم به کار کردن، واقعا اصلا وقت، یعنی سنم هم خب سنی نبود دیگه، سنم دیگه خیلی جوون نبودم و مجبور بودم هم درس بخونم هم کار کنم. و این یکم دیگه سخت بود دیگه، یعنی هنر رو اصلا الان فکر کنم 10 سال شاید هم 11 سالی که دیگه اصلا من نه دست به قلم بردم نه هیچی. و جالب اینجاست و واقعا حیف، یعنی همیشه آرزوم این بود که یه کاری انجام بدم که در کنارش بتونم این کار هنرم هم داشته باشم. بعد حالا جالب اینجاست که من فول تایم این کار خودم رو دارم و الان چند وقتی که این کار بیزینس هم شروع کردم، ولی انقدر انرژی پیدا کردم با این کار بیزینس، انقدر حالا با اینکه وقت روی اینم میذارم، الان جدیدن حدود 1-2 ماهی شده که وسایل نمیدونم نقاشی خریدم، وسایلی که مثلا بخوام کار کنم، یعنی همه انرژی هایی که تو این 10 سال انگار هم باشته شده بود همه اومده. و این بیزینس واقعا یه نعمتی اینجوری هم بود، چون وقتم رو میتونم تنظیم کنم، میگم خب الان این کار رو انجام میدم، الان این انجام میدم. هنوز این ذوق و شوق دوباره بعد از 10 سال دوباره در آوردم به خاطر، بسیار عالی. حالا فکر میکنم به خاطر این بیزینس، چون آدمای مختلف میبینم و آدمای مختلفی حرف میزنم و جاهای مختلف، این خیلی بسیار عالی. من یه نقطه اشتراکی دیگه هم پیدا کردم، من شما گفتین معلم بودین، منم توی ایران حدود 20 خورده سال توی آموزش پرورش دبیر بودم، من فوق لیسانس زبان شناسی دارم و زبان درس میدادم. خب خیلی این نقطه هم یه اشتراکاتی با هم دیگه داریم، بالاخره هر دومون معلم بودیم. معلم بودیم، بله بله. خیلی هم دیگه مهاجرت یه امریه که متاسفانه بعضی از مردم کشورهای مختلف دنیا، از جمله ایران، از جمله افغانستان، بنا به دلایلی که خب حالا خیلی نمیخوایم واردش بشیم و در حوصله این ویدیو نیست، مجبورن که ترک وطن کنن و برن یه جای دیگه. و واقعا مهاجرت کردن از یه شهر به یه شهر دیگه یا حتی از یه محله به یه محله دیگه تقریبا باعث میشه که شما دوباره بری از ابتدا شروع کنی. خیلی و حتی این روزا آدم وقتی اخبار رو دنبال میکنه میبینه مردم، البته در اون سالایی هم که ما معلم بودیم در ایران، خب من کار دوم داشتم و در حقیقت کار دومم انقدر موفق‌تر از کار اولم بود که زندگیمونو کار دوممون میچرخون. خیلی ها این تجربه رو داشتن، مخصوصا تو جامعه معلمی که به شغل دوم یا شغل سومی رو مجبور بودن داشته باشن. یه پلن بی اون موقع داشتیم بدون این که مثلا اطلاعات
در حقیقت مطالعه شده ای رو در رابطه با اینکه هر آدمی باید یک برنامه دومی برای زندگیش داشته باشه، برای اینکه اتفاقاتی ممکنه توی زندگی بیفته که شما اون کار اصلیتون رو نتونید انجام بدید. دقیقا با مهاجرت آدم بیشتر این موضوع رو حس میکنه، چون هیچ کارفرما اینجا تعهد نداره به شما که وقتی شما رو به کار گرفت مادام العمر دیگه باهاتون کار بکنه، یا مثلا مثل همون معلمی 30 سال حداقل شما کار میکنی، یه حقوقی داری و بعدش هم یه حقوق بازنشستگی داری. اینجا 2 weeks notice دقیقا. 2 هفته زودتر بهتون اطلاع میدن که ما از 2 هفته دیگه به شما نیازی نداریم و شما در حقیقت تو اون 2 هفته هم باید کار کنی هم دنبال یه کاری بگردی. و خب خیلی از کارهایی هم که ماها باهاش آشنا بودیم قبلا سرمایه های بسیار زیادی میخواد که تا راه اندازی بشه. درست. و خب خیلی همون واقعا اون سرمایه لازم برای راه اندازی چنین بیزینس هایی رو نداریم. معمولا به هر کی صحبت میکنی اولین چیزی که بهت پیشنهاد میده میگه یه رستوران بزن. آره اینو خیلی همه ایرانی با من تو عمره مثلا قلیون از نزدیک ندیدم، چجوری برم قلیونی بزنم؟ اعتقادی به قلیون نداشتم. یا منی که یه املت بلد نیستم درست کنم، چرا باید برم یه دونه رستوران بزنم؟ مردم به هوای من چجوری بیان اون رستوران غذا بخورن؟ واقعا بعضی از کارا خیلی تخصصیه. خیلی بله. به نظر از بیرون ساده میاد ولی واقعا تخصصی، یادگیری میخواد. الان کسانی که دوره های آشپزی میرن میبینن مستر میشن، شف میشن، چقدر باید هزینه بکنن تا به یه درجه برسن که خب حالا در رستوران های بین‌المللی بتونن کار بکنن و درآمد داشته باشن. بنابراین من و شما و خیلی از آدمای دیگه مجبوریم که در مهاجرت به یک پلن بی فکر بکنیم و این پلن بی که من و شما بعد از سالها مطالعه یا مدتها مطالعه باش آشنا شدیم، موضوع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بود که به صورت آنلاین میتونیم از هر کجایی و در هر ساعتی از شبانه روز انجامش بدیم که خیلی منافاتی با شغل اولمون نداره. یعنی شغل اولمون داریم، وقتای آزادمون این کارو میکنه. و خب من خیلی خوشحالم از این که با یه همچین فرصتی آشنا شدم، چون جزو علایق من بود. حالا صرف از جدا از این که به درآمدش هم واقعا نیاز هست تو همه زندگی ها، من جزو علایقم بود. میدونستم که فضای مجازی یه فضاییه که خیلی از آدما، اونایی که رفتن مطالعه کردن، اونایی که حالا درسای دانشگاهی تو این حوزه سوشیال میدیا خوندن، یا کسانی که رفتن به صورت کاربردی یاد گرفتن، واقعا دارن درآمدهای خیلی خوبی کسب میکنن. و اتفاقا یه کامنتی دیشب من گرفتم از یه بنده خدایی که خیلی توهین‌آمیز نوشته بود که شما دارید کلاهبرداری میکنید. آره برای منم اتفاقا از این چیزا مینویسن. آره ولی چیزی که وجود داره اینه که مردم شناخت کافی از فضای مجازی ندارن. فکر میکنن در فضای مجازی فقط باید یه جنسی رو بفروشی، کلا سر مردم بذاری و بعد فراموش کنی یا بذاری بری. در صورتی که نوع بیزینسی که من و شما رو اندازی کردیم واقعا فروش کالا نیست. ما اترکشن مارکتینگ میکنیم، ما میگردیم در دنیا افرادی رو که شبیه ما هستن، مثل ما فکر میکنن، مثل ما زندگی میکنن. همونطوری که من و شما هم دیگر رو پیدا کردیم، در یه سنینی هستیم که حالا تقریبا میشه گفت میانسالی هستیم، تحصیل کرده ایم، هر دومون اتفاقی متوجه شدیم معلمیم، هر دو خانواده داریم، هر دو به دنبال یک پلن بی تو زندگی بودیم. افرادی این مدلی دور هم جمع شدیم، داریم به همدیگه آموزش میدیم، کمک میکنیم و از این فضا داریم پول در. دقیقا واقعا همینطوره. من میخواستم در مورد این تجربه خودتون توی این بیزینس بگین، از نمیدونم دوره‌های آموزشیش و اینکه هزینه‌ای که شما برای این بیزینس خرج کردید در مقایسه با هزینه‌هایی که مثلا یه بیزینس دیگه‌ای بخوای شروع کنین، مثلا حتی همین بیزینس‌های آنلاین، شما اگه حتی مقایسه کنید این پلتفرم‌ها رو، شما بخواد کلاس‌هاشو، من خودم آخه خیلی دوست داشتم مثلا توی اینستاگرام کار کنم قبل از اینکه اصلا این بیزینس رو ببینم،
همیشه تو فکرم بود که یه کاری انجام بدم، حالا مثلا فکر میکردم نقاشی، چون خودم خیلی نقاشی دوست دارم، مثلا میگفتم خب نقاشی کنم از این طریق مثلا من یه درآمدی هم کنار کار خودم داشته باشم، ولی نمیتونستم، یعنی هرچی هم که سرچ میکردم پیدا میکردم با کلاسای خیلی گرون، مثلا تو یوتیوب میخواستم سرچ میکردم که یه کلاسی که من بیزینس خودم رو ران کنم بیشتر از 12,000 دلار فقط من باید برای یوتیوب کلاسش رو میپرداختم. مردمی که از دور میبینن شاید این چیزها رو سرچ نمیکنن، نمیدونن، ولی مثلا کسی که این کار رو میخواد انجام بده، مثلا من برای آمازون شروع کردم، گفتم خب اونجا مثلا من پروداکت خودم رو میگیرم و میفروشم. درست. دیدم خب من یه برای خرید پروداکت خودم نیاز به یه استوریج دارم، بعد برای اون باید هزینه کنم، برای پروداکت باید هزینه کنم، برای خود آمازون که 40% اون سود منو میگیره باید هزینه کنم، و بعد هرچی هم که میگیرم نمیدونم که آیا اینا فروش میره یا نه. بعد از 2 سال اومد رو دست من مون، اگر پروداکتی باشه که تاریخ انقضا داشته باشه که دیگه همش تاریخ مصرفش گذشته. آره. و خیلی، یعنی من اگر کن، یعنی اونایی که توی این راه قدم میذارن، حالا نه بیزینس ما، کلن بیزینس های آنلاین، این چیزو میدونن، ولی خیلی ها واقعا نمیدونن، از دور نگاه میکنن. من خواستم شما مگر تجربه دارین در این مورد لطفا. بله حتما، سوال خیلی قشنگیه، خیلی توضیحات خوبی میشه در موردش داد. ببینین یه ضرب المثل معلمی بگم، و اون اینه که پنیر مجانی تو تله موش گیر میاد. این شوهر من همیشه میگه. بنابراین اونایی که به دنبال این هستن که یه کاری بکنن که درآمد خیلی خوبی داشته باشه ولی یک دلار یا یک ریال هزینه نکنن و همه چیز رو با سلف استادی بخوان ببرن جلو، خب قطعا موفقیت داره توش، به شرط اینکه مستمر در حال مطالعه باشن و آزمون و خطای فراوون بکنن و در نهایت زمان بسیار زیادی رو وقت بذارن، شاید به نتیجه برسن. احتمال به نتیجه رسیدنش بسیار کمتر از به نتیجه نرسیدنش. اما اگر شما وارد یک سیستم آموزشی بشید که خب همه چی از قبل اون آزمون و خطاها انجام شده باشه و به یک فرمت یا استراتژی نوشته شده که بر مبنای حقیقت باشه، خب احتمال این که موفق بشید خیلی زیاده. ببینین من چون کار آفلاین هم دارم انجام میدم، عرض کردم خدمتتون من مدیر فروش در یک نمایشگاه اتومبیلم، من این کار آنلاین رو مقایسه میکنم با اون کاری که 3-4 ساله دارم انجام میدم و میدونم چه جوریه. همه میگن نمایشگاه اتومبیل خیلی خوبه، درآمدش هم خیلی خوبه، اگر کسی بتونه همچین کاری رو بکنه موفق میشه. خب راست میگن، واقعا شما اگر حداقل 15 تا 20 تا 30 تا ماشین بتونی بخری، اینا رو تعمیر کنی و بعد خوب مارکتینگ کنی و بفروشی، مثلا حالا مایی 10 تا دونش هم بفروشی، زندگی تو خوب میتونی بچرخونی. ولی اینکه پیدا کردن، اولا داشتن یه همچین سرمایه که شما بتونی 30 تا ماشین بخری، خب این سرمایه زیادی، حداقل اینجا بالای 200,000 دلار باید داشته باشی به اضافه هزینه های جانبی که نیاز داری، یه چیز رو 300,000 دلار 350,000 دلار شما باید پول داشته باشی تا بتونی حداقل وارد این کار بشی. تجربیات بسیار زیادی میخواد برای اینکه شما ماشین رو بشناسی، ایراداش رو بشناسی و بتونی تشخیص بدی آیا این ماشین مناسبیه که بخرم، هزینه هایی که باید بکنم تا اینو مرتبش کنم تا بتونم بفروشم، تعهداتی که این کشورها دارن برای یک نمایشگاه اتومبیل، شما چه مسئولیتایی داری در مقابل فروختن یه ماشین دست دوم، همه اینا رو که جمع می‌کنی می‌بینی سرمایه بسیار زیاد باید بذاری، خیلی باید توش وقت بذاری تا یاد بگیری، و خب البته بعد از چند سال قطعاً به مرحله‌ای می‌رسی که سوددهی داره و خب خوب می‌تونی زندگی تو بکنی. ولی دیگه خیلی شده. از سال گذشته و هزینه زیادی هم برای اون کردی، وقت زیادی میگیره. بنابراین اینطوری نیستش که امروز شما تصمیم بگیری من وارد بشم نمایشگاه بزنم، همون شبم هم 10 تا 15 تا ماشین پولشو داشته باشی بخری و فرداش هم شروع کنی به فروختن. یه زمان میبره، 2-3 ماه حداقل زمان میبره تا بتونی چند تا دونه ماشین بگیری، 2-3 ماه طول میکشه تا اینا رو تعمیر بکنی،
و واقعا اگه بخوای بفروشی 6 7 ماه طول میکشه. بنابراین برای ورود به هر کاری شما نیاز به سرمایه داری، برای ورود به هر کاری که اصلا تجربه قبلیشو نداشتی نیاز به آموزش داری، و بعد برای موندن در هر کاری شما باید مستمر تو اون کار حضور داشته باشی. این که فکر کنی مثلا مثل اوبر امروز روشن میکنم میرم 4 تا مشتری میزنم مثلا $50 میاد تو حسابم، اونم تازه سختی های خود. بله اونم سختی های خودش داره. شما حتما باید یه دونه ماشین داشته باشی که اون ماشین یه سرمایه حساب میشه. خطراتش، تصادف خدای نکرده، نمیدونم استهلاکش، بنزین، استهلاک ماشین، بله تمام اینا رو که حساب میکنی، بعد تازه با مشتریایی که حالا طرف میاد مثلا شما شب سوارش کردی مست از تو کلاب اومده بله. بیرون با تو درگیر میشه، ماشینت رو کثیف میکنه، و بعد آخر سر خودت به خودت میگی من با این تحصیلات فوق لیسانس دارم، حالا دکترا دارم، فلان اومدم مسافر کشی میکنم، طرف هرچی دلش خواسته به من گفته، آخر سرم $10 داده، یک قرونم انعام نداده. بنابراین به این سادگی هیچ کاری نیست. کار بیزینس آنلاین از اون کارهای اسمارت، هوشمنده. یعنی چی؟ اولا شما باید به هوشمندی اینترنت اول اعتقاد داشته باشید که اینترنت یک فضای بسیار بسیار پرنفوذ در دنیا شده، بیش از 5,700,000,000 نفر از جمعیت کره زمین بهش دسترسی دارن. پس یک فضای بسیار خوبی برای حضور به وجود آورده. بعد از اون شبکه‌های اجتماعی هستن که آدم‌های بسیار زیادی، حدود 5,000,000,000 نفر در شبکه‌های اجتماعی مختلف الان حضور دارن. اینکه زبان هر کدام از این شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه فرق داره رو باید فهمیده باشی. اینکه زیرساخت‌های این شبکه‌های اجتماعی چیه و شما چطوری می‌تونی این زیرساختا رو در اختیار خودت بگیری که بار زیادی از مسئولیت‌های خودت رو بندازی رو دوش اون هوشمندی فضای مجازی، که موقعی که شما در مسافرتی یا داری کار دیگه‌ای می‌کنی یا خوابی یا داری تفریحت رو می‌کنی، اون فضای هوشمند شبکه مجازی برای شما داره فعالیت می‌کنه و برای شما کلاینت داره. و بعدم یه چیز دیگه ای که باید بشه اعتقاد داشته باشی اینه که در فضای مجازی، اینو جف بزوس میگه، من از خودم در نمیارم، میگه در فضای مجازی هیچ چیزی وجود نداره شما نتونی بفروشی. یعنی هر چیزی رو که شما فکرشو بکنی میتونی در فضای مجازی بفروشی، ولی اون هوشمندی زیرساختا رو باید شما شناخته باشی که وارد بشی. بله. من به همونطور که شما گفتین، خب خیلی دوست داشتم تو اینستاگرام منم فعالیتم رو گسترش بدم. همینطور که سرچ میکردم با یه خانومی تو ایران آشنا شدم که از میانسالی بالاتر بود، یعنی موهاشون کاملا سفید بود، یه خانم جا افتاده بودن و ایشون آموزش خیاطی میدادن در فضای مجازی. رفتم نگاه کردم پیجش رو، دیدم خیلی حرفه‌ایه و بالای حدود 100,000 فالوور داره و هر کدوم از ویدیوهایی که میذاره ویوهای بسیار زیادی میکنه. برای من سوال بود که خب این خانم اولا این ویدیوها رو چجوری تهیه میکنه، این مطالب تولید محتوا رو چجوری انجام میده، چجوری این همه ویو میگیره، چجوری این همه فالوور میگیره. و بعد از اینکه با ایشون در تماس بودم متوجه شدم ایشون یه مربی داشته که مربیش بابت آموزش خب پول ازش گرفته. ولی اون خانم به این نتیجه رسیده بود که از طریق اینستاگرام میتونه دانش آموزا، کسانی که علاقمندن یاد بگیرن خیاطی رو، از سراسر ایران پیدا کنه و بعد میتونه از طریق اون اینستاگرام مشتریای خاص بگیره که برای اونا لباسای خاص بدوزه و به این ترتیب اون هزینه‌ای که کرده چندین برابرش رو داره پس میگیره. ولی هر روز در فضای مجازی حضور داره، هر روز داره تبلیغات رایگان میذاره و واقعا اگر شما پستاش علاقمند به خیاطی باشی و بخوای یاد بگیری، پستای ایشون رو که دنبال بکنی واقعا میتونی یاد بگیری. یعنی که شما مثلا فرض کن من اصلا بلد نیستم، اومدم خارج از ایران دارم زندگی میکنم، یه شلوار خریدم میخوام 5 سانت کوتاه کنم، تا حالا هم نه خیچی دستم گرفتم، نه سوزن دستم گرفتم، نه چرخ خیاطی، پست ایشون رو نگاه کنم عین اون کاری که ایشون میگه انجام بدم، خب واقعا شلوارمو درست کردم خودم، $15 سیف کردم. یا مثلا آقایی مثل جواد جوادی که واقعا برای من الگوه، ایشون پستایی رو درست میکنه، آموزش آشپزی میده، اولا انقدر قشنگ توضیح میده، همون موقعی که داره درست میکنه شما گرسنه‌ت میشه،
اینقدر خوشمزه میگی که همون موقع هوس میکنی بری درست کنی اونا، و هیچ چیزی رو هم پنهان نمیکنه و در سراسر دنیا ایشون فالوور داره الان، و درآمدش هم مردم با دیدن اون ویدیوها یک قرون پرداخت نمیکنن، کلی هم مطلب یاد میگیرن، ولی یوتیوب به ایشون داره پول پرداخت میکنه. اینکه بعضیا میان میگن که آقا این کلاهبرداریه نمیدونم فلان، واقعا این آدما رو ما داریم میبینیم، و یه ذره شما اگه حواست جمع باشه این افراد رو بهشون دقت بکنی متوجه میشی که خب منم میتونم این کارو بکنم، منم در وجودم در شخصیتم یه هنرهایی نهفته است که اینا رو کشف میکنم، با استفاده از اون زیرساختای فضای مجازی اینا رو بروز میدم و بعد منم به درآمد میرسم. دقیقا. آره خیلی ها فکر میکنن مثلا این یه اسکم هست، ولی ما هممون واقعی هستیم، ما این ویدیوهای رو میذاریم برای اینکه بگیم ما واقعی هستیم. وقتی عکس شوهر و بچه و زندگی و همه چی رو ما میذاریم توی این فضای مجازی، یعنی که آدمای واقعی هستیم، اسکم نیست. دقیقاً. و از همه مهمتر که این بیزینس به خاطر این، مخصوصا تو کشورهای مثل آمریکا، اروپا، کانادا، کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و اینا تکس سالیانه میگیره. بله. اصلا کلا شما باید اجازه کار داشته باشین که بتونید وارد این بیزینس بشین. دقیقاً. توی اون کشور. یعنی اینجوری نیست که مثل ایران هر کی بدون قانونم باشه بتونه پول در بیاره. دقیقاً. و اون که قانونی باشه پول در نیاره. اینجوری دقیقا. نیست واقعا. دقیقاً همینه. یعنی اینجا اصلا قانون خودشو داره، به این راحتی ها نیست. می‌بینین اصلا کوچکترین چیزی شما تو فیسبوک یا یوتیوب مثلا حالا ندونسته یه مطلبی رو بذارید یا چیز، بلافاصله فیسبوک و یوتیوب برای شما می‌نویسه که اینو مثلا کپی رایت کردی یا اینو مثلا چه اینو، یعنی بلافاصله به قول معروف مور از ماس می‌کشن. دقیقاً. اینجوری نیست که من مثلا یه کار خلافی انجام بدم توی فضای مجازی مثلا اسکم باشم و اونا اصلا نفهمن. نه اصلا این به این صورت نیست. اون دقیقاً مربوط میشه فقط متاسفانه به کشور خودمون، که کشور خودمون هم که متاسفانه کسی نمیتونه انجام بده این بیزینسو، یعنی توی ایران و افغانستان این کارو انجام نمیتونن بدن. دقیقاً. و آره یعنی یه ذره هم آدم باید تحقیق کنه دیگه، نمیدونم حالا بعضیا بدون تحقیق زود نظر دوست دارن بدن. دقیقاً. حالا در صورت اگر کسی علاقمند باشه با دیدن ویدیوی من و شما، علاقمند بشه که اطلاعات بیشتری داشته باشه، با این موضوع آشنا بشه، فقط کافیه توی لینکی که من و خانم نیکنیا در زیر این ویدیو میذاریم اسم و آدرس ایمیلشون رو بذارن، براشون هر هفته ایمیل هایی میاد که لینک وبینار هایی هست که افراد موفقی که در سراسر دنیا دارن این بیزینس رو انجام میدن در رابطه با روشی که شروع کردن و راهی که رفتن و به موفقیت رسیدن صحبت میکنن. توضیحات بسیار مفیدی تون وبینارا هست، شاید شما هم علاقمند شدید، و بعد اگر علاقمند شدید این بیزینس خاص به شما 30 روز مهلت میده که رایگان، البته 149 دلار اولش پرداخت میکنید. اگر بعد از توی 30 روز دیدید که نه در شخصیت شماست، نه علاقه ای دارید، نه این سختی ها رو حالا آموزش دیدن ها رو دوست دارید انجام بدید، خب اون 149 دلار رو بهتون پس میدن، ولی توی 30 روز دقیقاً بیزینس مدل رو به شما میگن با کمپانی کانادایی و بقیه کمپانیایی که با این کمپانی کانادایی کار میکنن آشنا میشید، محصولات خدماتی رو که به صورت غیر مستقیم میفروشن و کامیشن توش وجود داره توضیحاتی رو دادن در رابطه با نحوه گرفتن کامیشن، در نحوه پرداخت تکس، تمام این موارد رو میگن. یعنی 0 تا 100 این بیزینس رو برای شما توی اون 30 روز توضیح میدن. اگر دیدی که علاقمندید خب وارد مرحله بعد میشید، که توی مرحله بعد مثل من و خانم نیکنیا صاحب بیزینس خودتون میشید با کمک یک مربی و یک منتور مادام العمر و در کنار یک جامعه‌ای که همه برای اینکه خودشون موفق بشن به دیگران کمک میکنن که موفق بشن، شما میتونید بیزینستون رو شروع کنید برای اون روز مبادایی که من گفتم، به عنوان یک پلن بی که هیچ کدومون نمیدونیم در 3 ماه آینده یا 3 سال آینده چه اتفاقی میفته. این کووید هم اینو نشون داد دیگه، کووید باعث شد که این دو سه سالی که کووید بود خیلی جوابشون از دست دادن. حالا من توی مدیکال فیلد بودم جوابمو داشتم، ولی خیلی از کسایی که توی آی تی بودن، توی
نمیدونم اسکجولینگ بودن، خیلی یعنی توی حالا فیلد خودمون دارم میگم، همه یا مجبور شدن از خونه کار کنن یا اصلا جوابشون از دست دادن. دقیقاً. در صورت خیلی ممنون از اینکه امروز این فرصت رو به من دادید که باهاتون صحبت بکنم، بیشتر باهاتون آشنا بشم، خیلی استفاده کردم. خیلی ممنون از شما که قبول کردید، میدونم با اینکه بیزی هستید ولی وقت گذاشتید برای این اینترویو. خیلی ممنون از شما. مرسی، لطف دارید. ممنون از کسایی که این ویدیو رو میبینن. خواهش میکنم همچنین. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار، قربون شما.